ماه گذشته دست کم 34 شهروند بحرینی شیعه بازداشت شدند که بین آنها کودکان و علمای دینی نیز به چشم میخورند. به گزارش فعالان شیعه تنها برخی از این بازداشت شدگان آزاد شدند. مناطق بحرین شاهد حرکات گسترده در محکومیت جنایت اعدام دو جوان شیعه به نامهای احمد الملالی و علی العرب است. این اعتراضات که همچنان ادامه دارند زمانی به اوج خود رسیدند که یک جوان شیعه به نام محمد المقداد در جریان این اعتراضات به شهادت رسید سرکوب شیعیان بحرین از سال 2011 توسط حکومت آل خلیفه شدت گرفت جایی که اکثریت جمعیت بومی این کشور شیعه است ولی به دلیل حضور حاکمان سنی مذهب شهروند درجه دو محسوب می شوند